به یاد شهید راه آزادی امیر رضا همت آزاد، جوانی آرام و متین. جمعه مرداد، شب عاشورا، امیر رضا همت آزاد، یکی از جاویدنامه‌های وطن، قطعه 328 تهران، روحت شاد، راحت پررهرو، شب عاشورا. بله، اینجا که معرفی شد، خونه ابدی من تو بهشت زهراست. من امیر رضا همت آزاد، 27 ساله و ساکن شهرک وحدت پردیس کرج بودم. پسر مهربان و شوخ طبعی بودم و خیلی آروم. دیپلم داشتم و در یه مغازه موبایل فروشی تو پاساژ علایالدین کار میکردم. ما یه خانواده جمع و جوری بودیم. یه برادر و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم هم داشتم. به سختی کار میکردم و میخواستم برای مادرم یه ماشین لباسشویی بخرم و برای خودم هم سرمایه جور کنم که همه شاگرد مغازه نباشم. اما قیام 401 زندگی منو تغییر داد و آرزوم هم فرق کرد. میخواستم که مملکت هم آزاد باشه. روز 2 آذر 1401 بود که پاساژ علایالدین هم شلوغ شد. منم برای همراهی با معترضین جلو مغازه بودم که مزدوران خامنه‌ای وحشیانه حمله کردن. اونا به سرم ضربه زدن و بعد چند ساعت من دچار سردردهای شدید و حالت سرگیجه شدم. چند بار پیش دکتر رفتم ولی خوب نشدم تا اینکه 18 آذر تو بیمارستان اسکن انجام دادم. دکترا گفتن که در اثر ضربه به سر دچار ضربه مغزی شدم. در حالی که ضریب هوشیاری پایینی داشتم 4 عمل جراحی رو سرم انجام دادن. 106 روز درد رو تحمل کردم و 3 ماه تو بیمارستان در حالت کما بودم. روزی که مرخصم کردن ضریب هوشیاریم 4. من 18 اسفند 401 در حالی که تنها 24 سال از بیمارستان مرخص شده بودم بر اثر ایست قلبی از میون شما پرکشید. مزدوران حکومتی پدر و برادرم رو به پاسگاه محلمون بردن و تهدید کردن که اگه حرفی بزنن برادرم رو هم خواهم برد. قاتلان از پیکر بیجون من هم وحشت داشتن و حتی نذاشتن روز خاکسپاریم مردم بیان برام مراسم بگیرن و من روز 19 اسفند 401 در آستانه سال نو در حلقه مزدورای رژیم تو بهشت زهرای تهران قطعه 328 ردیف 248 شماره 58 به خاک سپرده شدم. اما من فراموش نشدم چون که مادر قهرمانم صدام شد. و حالا شمای هموطن در رسوندن صدای من کمککار مادرم باش. زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده توفان به آیندگان نگر در زمان نگر بر رمیده توفان